سرخط مهمترین خبرها شدت جنگ در فصل بهار پنشیر سه طالب کشته و پنج طالب دیگر زخم برداشتند ادعای جبهه مقاومت در حمله چریکی مقاومتگران آمر امنیت طالبان برای بدخشان زخمی و دو نگهبانش کشته شد واکنش نبیل با فرمان رهبر طالبان بیشترین رهبران طالبان قاچاقبر مواد مخدرن و حمله مرگبار بر شیعهان در هرات ایران خواستار حفاظت طالبان از گروه های آسیب پذیر قومی و مذهبی شد با یاد خدا با مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید تقاضا می کنیم تا آخری این ویدیو مهم با ما باشید واکنش نبیل به فرمان رهبر طالبان پیشترین رهبران طالبان قاچاق بر مواد مخدرن فرمان تازه رهبر گروه طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت بکارگیری و قاچاق مواد مخدر در کشور با واکنش های روبرو شده است با گزارش سپوتنیک به نقل از آماد نیوز رحمت الله نبیل رئیس پیشین امیتی ملی افغانستان میگوید که پیشتر کار بار کش و قاچاق مواد مخدر سران طالبان هستند او در تیویتی نگاشته است فرمان من کش و قاچاق مواد مخدر قیمت مواد ذخیره شده این کارباریان را دو چند و سه چند خواهد ساخت از یک سو برای مدت جهان را راضی نگه می دارند و از سوی دیگر منفعت بزرگه از بلند رفتن قیمت مواد مخدر بده از خواهند آورد سمنگانی معاون سخنگوی طالبان میگوید که حکومت پیشین در 20 سال و با هزینه پیش از 10 میلیارد دلار نتوانست مواد مخدر را محو کند اما امارات و گروه طالبان با فرمان امیرالمومنین این کار را انجام خواهد داد حمله مرگبار بر شیهان در هرات ایران خواستار حفاظت طالبان از گروه های آسیب پذیر قومی و مذهبی شد. وزارت خارجه ایران اوقای انفجار در میان غیر نظامیان در ولایت هرات را محکوم کرد. سعید خطیب خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران از طالبان خواسته است که مسئولیت خود را در قبال تامین امنیت همه شهروندان افغانستان بپذیرند. آقای خطیبزاده یک شنبه چارده حمل ضمن همدردی با خانواده های قربانیان این رویداد از توطیه تفرق افغانانه در افغانستان هشدار داد خطیب زاده در پایان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد خواهران و برادران مسلمان در افغانستان با همدلی همفکری و دیگر چیزها دشمنان خود را ناکام خواهند گذاشت و گفته مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات در انفجار روز جمعه دوازده حمل در شهرک المهدی هرات چهار غیر نظامی کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. شکاف های درون طالبانی آیا طالبان به دو دسته تقسیم شدن؟ آماید نیوز پس از به قدرت رسیدن بار دوم طالبان بر افغانستان برای نخستین بار در روزهای اول حکومت طالبان گزارشها و حرفها و حدیث های مبنی بر دودستگی طالبان در سطح رهبری منتشر شد شیر محمد عباس استانگزی رئیس پیشین ایت مذاکره کنده طالبان با امریکایی ها و چیره های مدره طالبان پس از گذشت نزدیک به سه ماه از سلطه طالبان بر افغانستان از دوها به کابل رفت استانگزی از مذاکره کنندگان ارشد طالبان در سالهای اخیر و چیره است که از زمان تاسیسات این گروه در سال 1994 تا اکنون در برقراری ارتباط با کشورهای خارجی نقش برجسته داشته است. استانگزای در سال 1996 و پس از تشکیل نخستین دولت طالبان معاون وزیر خارجه بود و در آن دوران یک بار به با ایالات متحده امریکا هم سفر کرد و کوشید تا امریکا را متقاعد کند تا دولت این گروه را به رسمیت بشناسد. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان کابینه طالبان با عنوان دولت امارات اسلامی افغانستان اعلام شد در میان اسمهای های رهبر طالبان که مستند که با آنان واگذار شد نام عباس استانگزید به عنوان معاون وزیر خارجه اعلام شد موقف که 25 سال پیش نیست آن را در اختیار داشت برخلاف تصور و پیشبینی کارشناسان و رسانه ها به برادر که از او به عنوان رئیس دولت آینده طالبان نام برده می شد هم سمت نسبتا کم اهمیت یعنی معاونیت نخست وزیری رسید پس از اعلام کابینه طالبان ملابرادر تا چند هفته در جلسه های تصمیم گیری شورای وزیران در کابل غایب بود و پس از انتشار خبرهای در مورد اختلاف او و شبکیه کنی سرانجام در قندهار ظاهر شد و گفت ما با هم اختلاف نداریم بلکه به عنوان اعضای یک خانواده با هم شفقت و مهربونی داریم شدت جنگ در فصل بهار پنشیر سه طالب کشته و پنج طالب دیگر زخم برداشتن سبغت احمدی سخنگوی جبه مقاومت ملی افغانستان با نشید تیویتی گفته است که شب گذشته حمله چیریکی بر یک رنجر مربوط به قطع بدری طالبان در بالای پل مرشتان ولایت پنشیر توسط نیده های این جبهه انجام شده است نام برده افتوده است که در نتیجه این حمله سه طالب کشته و پنج تن دیگرشان شدیدن زخم برداشتند و رنجر نیروهای طالبان به طور کامل از بین رفته است. با این حال منابع در این ولایت می که نبرد میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در ولسوالی رخه این ولایت وارد سیومین روز شده است. این در حال است که روز گذشته برخی منابع تایید کرده بودند که شمار از باشندگان منطقه حسارک ولسوالی روخه در پی این درگیری ها خانه را ترک کردند. با رسیدن فصل گرما حمله های چریکی نیروهای جاپی مقاومت علیه نیروهای طالبان در نقطه های مختلف کشور اوج گرفته است ادعای جاپی مقاومت در حمله چریکی مقاومت کران آمر امنیت طالبان برای بدخشان زخمی و دو نگهبانش کشته شد جبهه ملی افغانستان میگوید که های این هم موتر حامل مولوی رشاد آمر امنیت طالبان برای ولایت بدخشان را هدف قرار دادند که در نتیجه آن مولوی رشاد به شدت زخمی و دو نگهبانش کشته شدند. در اعلامی جپی مقامت آمده است که این حمله روز یک شنبه چارده حمل ساعت ده پس از چاشت در سایه پل سابقه مشهور به پل استاد برهانی دینی ربانی در شهر فیزاباد مرکز ولایت بدخشان رخ داده است. این در حال است که صبح امروز منابع در فیضآباد مرکز ولایت بدخشان با مد نیوز گفته بودند کامر امنیت طالبان برای بدخشان در نتیجه انفجار زخم برداشته است مسئولان محلی طالبان برای بدخشان تا اکنون در این مورد چیز نگفتند سپاس که تا این با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید تا ویدیوی دیگر الله یار و مددگار